آقای امینی، شما بارها به گزافه‌گویی درباره فراماسونری اشاره کردید و هفته پیش هم اسم آقای اسماعیل راین رو بردید. این جریان فراماسونری در ایران تا چند اندازه واقعی است و چه حد غلوآمیزه؟ خیلی نکته جالبی رو مطرح میکنید. اسماعیل راین رو من همراه با آقای ابراهیم صفایی به عنوان دو نفر تاریخ ساز در 100 سال گذشته ایران نام آوردم، کسانی که نام‌آور شدن به نام پژوهشگر و نویسنده، ولی بیشتر تاریخ ساز بودن، کتاب‌هایی نوشتن که دارای جنبه واقعا درست پژوهشی نیست. هستند کتاب‌های دیگری در تاریخ ایران که این گونه بودند، ولی اونها در دوره پیش مدرن بودند، مثل کتاب فتنه باب. خب اینا کتاب‌های کهنی هستند که بر روی سبک نگارش بوده، ولی کاری که راین انجام میدهد و کاری که ابراهیم صفایی انجام میدهند در دوران به هر حال مدرن روزنامه‌نگاری و پژوهش تاریخی سبک است، ضعیف است. یکی از این کارها بهره برداری از این برداشت عمومی ایرانیان در مورد فراماسونری است که حتما باید برنامه ویژه‌ای دربارش با هم داشته باشیم. در اینجا فقط این رو خلاصه کنم. فراماسونری در دنیا برای این ایجاد نشد که بریتانیا بتواند در کشورهای دیگر نفوذ پیدا بکنه. فراماسونری یک اتحادی در مقابل کلیسا بود، یک جریان مدرنیته بود که بسیاری از روشنفکران کشورهایی که با بریتانیا تو سر جنگ داشتند به اون پیوستند، از جمله پایه‌گذاران دولت ایالات متحده آمریکا که کسی نمیتواند اونها رو نوکر انگلیس بخواند چون با آمریکایی با انگلیس جنگیدند. بسیاری از اینها از جمله تاماس جفرسون فراماسون بودند. روی اسکناس یک دلاری اگر در جیبتون باشه آمریکا رو اگر نگاه کنید، پشتش علامت فراماسونری وجود داره. برای اینکه فراماسونری اون چیزی نیست که در ذهن ما ایرانی ها شکل گرفته، البته بریتانیا در اون نقش داشته، در ایران لوژهای فراماسونری تبدیل شد به یک کوشش محرمانه میان گروه های سیاسی یا شخصیت های سیاسی، دستبندی های سیاسی برای بالا رفتن، پیوندی با اینکه آیا آمریکا پشتش بوده نبوده. بله، همین نگاه کنید کنار این علامت وان که نوشته شده، دست چپ اون هرمی رو که میبینید با اون علامت بالاش، یکی از علامتهای فراماسونری است. البته به تازگی کتابی در آلمان به چاپ رسیده، من این رو در این سفر گرفتم آوردم، ولی دارم نگاه میکنم با کمک دوستانی که آلمانی میدانند بتوانم بخشی از اون رو بخونم. این نویسنده معتقد است که بسیاری از این نمادهای فراماسونری از میترائیسم آمده و در میان ایرانیان پیش از اسلام رواج داشته و خیلی قشنگ رو نشون میده. در مورد فراماسونری در ایران گلوف شده. همین سه جلد کتاب فراماسونری یا آقای راین رو که شما نگاه کنید، جز محمد رضا شاه همه فراماسونند، از مصدق گرفته تا تقی‌زاده تا فروغی تا حبیدا تا همه فراماسونند. و مثلا معلوم نیست که کشوری که این همه فراماسون داره چگونه توانسته دوام بیاره. ولی واقعیت این است که دستبندی هایی که در ایران در این لوژها وجود داشته، دستبندی های برای رسیدن به قدرت بوده و در مورد فراماسونری در ایران غلوف شده. و من فکر میکنم که یه برنامه ویژه‌ای من و شما باید حتما درباره یا چند برنامه در مورد فراماسونری داشته باشیم و این کاش پژوهشگرانی پیدا شوند در میان جوانان ایران، نسل جوانتر ایران، بکاوند و پژوهش کنند و این ماجرای فراماسونری در ایران یه مقدار روشن کنند. این افسانه که لوژ آدمیت که مصدق هم به این گروه بیداری و آدمیت تعلق داشته، اینها فراماسون بودن، اینها افسانه های بیش نیست و خیلی از این چیزها رو ساختن و تقریبا میتوان گفت بیشتر نخبگان ایرانی رو وردست ها و وابستگان به دولت بریتانیا معرفی کردن. واقعیت نیست این داستان. حتی نخستین ایرانی فراماسون
که ابوالحسن خان ایلچی باشه، نخستین سفیر ایران در بریتانیا که بردن و وارد لوژ فراماسونری هم کردن، کاری برای گسترش فراماسونری در ایران انجام نداده. فراموشخانه که میرزا ملکم خان در ایران امتیازش رو از ناصرالدین شاه گرفت، یک جریان چالش مدرنیته در ایران بوده و فکر میکنم در این زمینه ما به گزافه رفتیم و این هم شده یکی از اون برچسب های تاریخی که فراماسونری ایران رو اداره میکرده و همه فراماسون بودند و این روزها هم آقای این شهبازی و دیگران در چسباندن این لایتچسبک فراماسونری به قول معروف بر سینه و سنجاق کردن اون بر سینه هر کس که جنبه های ضد دینی داشته یا جنبه های ضد خرافات داشته بسیار فعال هستن. تنها دو گروه رو، این خدای شهبازی هم خب توده‌ای بوده، دو گروه در ایران فراماسون نبودن، آخوندها و توده‌ای‌ها. خب این باید به شما نشان بدهد که یک گرفتاری در این ارزیابی هست، چون ما میدانیم که خب بسیاری از آخوندها با دولت‌های خارجی ارتباط داشتن، توده‌ای‌ها با یه دولت خارجی دیگری اتحاد جماهیر شوروی ارتباط داشتن، ارتباط خیلی نزدیک هم داشتن. این است که در این ماجرای فراماسونی ارتباط خونی داشتن. بله. خب گزافه‌گویی‌های خیلی زیاد شده و دروغ‌های زیادی ساخته شده که باید یه روزی من و شما در این برنامه و شاید پژوهشگران جوانتر ایران در کارهایی که می‌کنند بکاوند و روشن کنند. خیلی ممنونم آقای امینی عزیز. یه سوال دیگه دارم ولی چون وقتمون به پایان رسیده میگذارم برای برنامه آتی. حتما اگر موافق باشید ما پس از پایان دادن این بخش برنامه، این گفتگو در مورد همین جنبه های دروغین تاریخ روان شده و پذیرفته شده، در هفته آینده از هفته پس از اون یکی دو برنامه رو به شناخت قوام السلطنه اختصاص بدیم. بسیار عالی. خیلی ممنون ازتون. موفق تر باشید آقای امینی عزیز. همیهنان گرامی از شما سپاسگزارم که به این برنامه و دیگر برنامه های ما در تلویزیون اندیشه توجه دارید.